برای اینکه ما توقعات منطقی داشته باشیم واقعا باید یه برنامه‌ریزی صحیح پشت تیم ملیمون دراز مدت داشته باشیم. اینطور نیست که ما فکر کنیم این دوره خب الان یک سری از بازیکن‌های با استعدادمون اومدن، پس ما میتونیم که حتما بایستی که به دور دوم صعود کنیم یا در بخش حسبیش قرار بگیریم. بنابراین ما سعیمونو به نظر من هم بازیکنها هم کادر فنی ما تا اینجا که به خوبی انجام دادن، از این به بعد هم به نظر من بایستی در همین محدوده امکاناتشون سعیشون رو بکنن، تیمی رو آماده بکنن که بتونه بهترین نتایج رو بیاره و بازیهای خوبی رو ارائه بده که واقعا برای هواداران و طرفداران فوتبال ما قابل قبول باشه. یک، ما برای موفقیت، برای رفتن به مرحله بعدی، ما به پویایی گروهی احتیاج داریم، گروپ داینامیکی که تو کلاس ای لایسنس آقای معینی خودشون رو تدریس کردن احتیاج داریم. منظورم از پویایی گروهی، کل همیشه کل چیز مهمتر از کل اجزای اونه، کل چیز تیم مهمتر از نفر، از ستاره نمیدونم ورد کلاس ماست، از مربی نمیدونم نامدار ماست. تیم ملی ما مهمتر از هر چیز دیگه. ما باید این پویایه گروهی رو در تیم ملی وجود داره. دوم، جمع‌آوری دیتا و اطلاعات که به نام بیگ دیتا است. چرا میگم بیگ دیتا؟ برای اینکه شامل خیلی از موارد میشه. شامل اسکاتینگ میشه، شامل جمع‌آوری اطلاعات میشه، شامل آمارا میشه و احتیاج داره، احتیاج به سافتویر داره، احتیاج به خیلی از موارد دیگه داره. پس اولی پویای گروهی، دومی جمع‌آوری اطلاعات، آنالیز، آخری موردم عملکرد در سطح بالاست، های پرفورمنس. این از فوتبال ما دوره، گفتنش خیلی راحته، عملکرد در سطح بالا. همه تیم‌ها خدمتتون عرض کردم، همه تیم‌ها با امکانات هرچه بیشتر وارد این رقابت‌ها میشن، ولی کدوم از تیم‌ها های پرفورمنسن؟ وقتی ما میگیم های پرفورمنس، فقط بازیکن‌ها تو زمین نیستن، مربی و دستیار و دکتر تیم و متخصص تغذیه و تکنیکال دایرکتور تیم و که من نمیدونم داریم یا نداریم، که الان یه بحث دیگه است، همه اینا باید های پرفورمنس باشن، یعنی در سطح جهانی باید باشن. اگر ما پویایی گروهی، جمع‌آوری اطلاعات، عملکرد در سطح بالا نشه باشیم، تاکتیکو که همه تیم‌ها دارن، کدوم تیمه که ثابت تاکتیک نباشه؟ کدوم تیمی که بازیکن‌های تکنیک مهارت نداشته؟ کدوم تیمی که مربی شایسته‌ای نداشته باشه؟ همه اینا دارن. ما چه کار میتونیم بکنیم که نوآوری داشته باشیم، متفاوت باشیم اگر بخوایم موفق بشیم؟ انگلیسی‌ها میگن comfortable being uncomfortable، یعنی راحت باشیم در شرایط دشوار. راحتی در دشواری است. comfortable being uncomfortable. ما باید با واقعیتایی که در فوتبال کشورمون هست روبرو بشیم. انتظاراتمون منطقی باشه. استاد مونی درست داشت میگفت. ما اگر به جام جهانی قبلی، مثلا جام جهانی که با ایوانکوویچ بودیم 2006، همه مکزیک رو یک تیم خیلی راحتی میدونست، انتظار بود که ما مکزیک مثلا بیایم شکست بدیم. تو این جام هم که شما به درستی گفتی، ما حریفان قدر خواهیم داشت. همیشه تیم‌های افریقایی نه به خاطر سرعت و قدرت بدنشون، به خاطر به نظر من اون ذهنیت سختی که آفریقایی ها دارن، در مقابله ما خوب کار کردن، خوب بازی کردن. ما بازی سخت در پیش داریم. پیش بینی که کار اشتباهیه، ولی من فکر میکنم ما احتیاج به کادر فنی و بازیکنانی داریم که عادت بکنن در مقابل سختی ها. من این صحبت هم نگه داشتم راجع به استعداد صحبت بکنم، ولی بد نیست اینجا هم راجع به صحبت بکنیم. اگر ما راحت نباشیم با دشواری ها، چه در طول بازی، چه قبل از بازی، چه میان بازی، چه بعد از بازی، ما کارمون سخته. تاکتیک و استراتژی و اینجور چیزها رو همه تیم‌ها الان دارن. هیچ تیمی نیست که بدون استراتژی بیاد. همه تیم‌ها هم هستن. منتها توی لیگ برتر گواردیولا میره یه اخترشناس معروف انگلیسی رو میاره در تیم
منچستر یونایتد برای به دست آوردن آمار بیشتر. خیلی تیم‌ها هستن با یه آنالیزر ماهی 2000 3000 دلاری، حالا من توهین نمی‌کنم، با اون راحتن. ما باید ببینیم به چه موردی در درجه اول شناخت تیممون، ما در چه مواردی ضعیف هستیم. من روی دو چیز تکیه میکنم. یکی صحبت آقای مؤسس در مورد روزهای سخت. تیم ملی ما واقعا نشون داده جلوی تیم‌های بزرگ بهتر بازی میکنه. چرا؟ برای اینکه 100% تمرکزشون رو میزنن، که چون با تمام وجود احساس میکنن که تیم مقابلشون قدرتمنده و از کوچکترین فرصت میتونه استفاده کنه. دلایل هم این هستش که شما ببینید در مقابل تیم اسپانیا خیلی خوب بازی کرد، در مقابل تیم پرتغال خیلی خوب بازی کرد، حالا مراکش بگیم یه مقدار شانس به ما کمک کرد، همینطور برگردیم به جام جهانی قبلی در مقابل آرژانتین خیلی خوب بازی کرد. ببینید اینها روزها تیم‌های بزرگی هستن، اما اون چیزی که واقعیت هست، من روی برنامه ریزی، روی داشتن یک استراتژی بلند مدت تکیه دارم. بله. تیم ژاپن چرا خوب شده؟ تیم ژاپن من خاطرم هست دقیقاً در سال 2003 یک جلسه ای داشتیم ما با آقای کوزو که الان رئیس فدراسیون ژاپن هست. ایشون گفتن ما برنامه ریزی کردیم در سال 2003. 2015 جز 10 تیم برتر دنیا باشیم، ولی تو 2010 جز 9 تیم برتر شدن، چون بدون باخت اومدن تو دور دوم بدون اینکه ببازن به پاراگوئه، با پنالتی اون بازی رو واگذار کردن و تو رده بندی فیفا جز 9 تیم شدن. یعنی واقعا بایستی برای اینکه ما بتونیم به دور بعد راه پیدا کنیم برنامه‌ریزی دراز مدت داشته باشیم و واقعا استمرار داشته باشیم و بتونیم اون برنامه رو اجرا بکنیم. ما متاسفانه یه تغییرات داریم که هر تغییری رو این مسائل برنامه‌ریزی دراز مدت ما تاثیر منفی میذاره. این مشکلمون رو حل کنیم فوتبال ما خیلی پیشرفت خواهد کرد به نظر، و توقعاتمون اون وقت میتونه منطقی تر باشه. سوال بسیار مهمی هست و از خان عمومی هم به نظر من باید توی این مسئله روشن باشه. دفاع کردن بسیار مسئله مهمی هست، بسیار مسئله مهمی هست. حتی چند روز پیش با آقای مؤسس ما داشتیم صحبت میکردیم در مورد گواردیولا. گواردیولا میگه حفظ توپ تو نیمه حریف یک دفاع کردن عالیه، به خاطر اینکه شما توپ رو نمیدی اصلا به حریف که بتونه حمله بکنه به روی شما. بنابراین بایستی که ما پیشرفت‌های قابل توجهی هم تو این زمینه از نظر فکری برای همین بازیکنامون داشته باشیم، کما اینکه اینا بازیکنانی که در خارج از کشور هستن یه مقدار زیادی با این موارد آشنا هستن. اگر آقای اسکوچیش هم عنوان کردن که من دفاع محض نمی کنم، کاملا درسته، معنیش جالبه، معنیش این هستش که به اعتقاد من ما در حمله هم برنامه داریم، نه اینکه واقعا در حمله برنامه نداشته باشیم، ولی در حد و اندازه توان خودمون و حتی بیشتر از اون چی که تصورش میشه کرد. ما حتی من یادم جلوی تیم آرژانتین ما تو صاحب یه پنالتی میتونستیم بشیم. بنابراین اصلا اینطور نیست که ما دفاع صرف بکنیم که 100% فقط دفع بکنیم. فقط اصلا فوتبال امروز واقعیتش این هستش که حتی پایین ترین سطح لیگ های خوب رو شما ببینید چقدر حمله میکنن و چقدر خطر ایجاد میکنن، چقدر شانس گل ایجاد میکنن. بنابراین فوتبال امروز نباید یه فوتبالی باشه که حوصله بینندگان سر ببره. من فکر میکنم اگر راجع به تأثیرات بازیکنان آقای یعقوبی عزیز بخوایم صحبت کنیم، دو دسته از بازیکنان هستن تاثیرگذارن. من اینجا یادداشت کردم. یه دسته از بازیکنان بازیکنانی هستن که
بهشون میگن تاکتیکال اینتلیجنس پلیر، یعنی هوش تاکتیکی دارن، هوش تاکتیکی دارن، مثل امیری ما، مثل قدوس ما. یه دی از بازیکن‌ها هستن اینا خلاقیت تاکتیکی دارن، نه هوش تاکتیکی، خلاقیت، مثل قلی‌زاده، مثل قائدی، مثل ترابی. ما باید ببینیم چجوری میتونیم تلفیق بکنیم اینها رو با کسانی که مثل شجاع خلیل‌زاد، مثل کنانی زادگان، مثل خیلی کسای دیگه که آماده درگیری هن، مثل عزت‌اللهی که جایگیری خوبی داره. ما چطوری میتونیم این هوش تاکتیکی با خلاقیت تاکتیکی رو ازش استفاده، چون هر دو دسته بازیکنان رو داریم. این نظر شخصی منه، بازم هم ممکنه من اشتباه بکنم. اگر ما بخوایم در جام جهانی موفق بشیم، غیر از مطالبی که اینا داخل زمینه، ما احتیاج، آقای یعقوبی عزیز، ما احتیاج به یه دیپارتمان دیتا انالیسیس داریم. این دیپارتمان شامل افراد متعددی باشه با تخصصا، با تخصص متفاوت. ما میتونیم، توانایی داریم در کشورمون، نداشته باشه میتونیم از خارج بریم. فقط برای این بازی‌های جام جهانی من نظرم هست.